سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم و امروز براتون داستان بازی Life is Strange 2 را آماده کردم. این بازی از 5 تا اپیزود تشکیل شده که تا حالا 4 تا از اونا عرضه شده و یکی دیگه ازش باقی مونده. من فعلا در مورد 4 تا اپیزود اولی صحبت میکنم و به محض عرضه اپیزود 5 اونا براتون میسازم. درسته ما یه ویدیو در مورد داستان Life is Strange 1 هم ساختیم که شما میتونید اون از لینک توی دیسکریپشن تماشا کنید. خب بیایید بدون هیچ معطلی شروع کنیم. وقایع این بازی 3 سال بعد از نسخه اول صورت میگیره و ما با 2 تا برادر به اسم شان دیاز و دانیل دیاز آشنا میشیم که به ترتیب 16 و 9 ساله هستن. شان داره با دوستش حرف میزنه که میبینه بیرون داداشش با پسر همسایه درگیر شده. شان با همسایه دست به یقه میشه و توی درگیری اونو هول میده و طرف روی زمین میفته. همین موقع یه افسر پلیس سر میرسه. پلیس که یکم اسکل به نظر میرسه اسلحه رو در میاره. پدر بچه ها میاد اما افسر به پدرشون شلیک میکنه. بعدش یه انفجار رخ میده و شان از هوش میره. وقتی از روی زمین بلند میشه میبینه خیابون ترکیده و افسر پلیس، پسر همسایه و پدرش کشته شدن. اون برادر کوچیکش رو بیدار میکنه و قبل از اینکه پلیسای بیشتری برسن فرار میکنه، چرا که فکر میکنه اونو برادرش رو به خاطر این موضوع مقصر میدونن و برای همین از هم دیگه جداشون میکنن. در ادامه مشخص میشه که شان قصد داره از شهرشون یعنی سیاتل فرار کنه تا به شهر مادرزادی پدرش یعنی پوینتر لوبوس در مکزیک بره. در ضمن مشخص میشه که شان مرگ پدرشون از برادر کوچیکش قایم کرده. این 2 نفر با کمترین امکانات ممکن از خیابون و جنگل به مسیر خودشون با پای پیاده ادامه میدن. اونا توی یه غار کمپ میزنن و بعد از اینکه شان روز رو با برادرش میگذرونه آتیش روشن میکنه و شروع میکنن به خوردن خوراکیایی که با خودشون آوردن. صبح روز بعد این 2 نفر به یه پمپ بنزین میرسن و شان داخل مغازه میره تا وسایلی که نیاز دارن رو بخره. اونجا میبینه که عکسشون توی روزنامه چاپ شده و پلیس دنبالشونه. اما اونجا صاحب پمپ بنزین میشناسدشون و در نتیجه میخواد بچه‌ها رو بگیره تا پلیس بیاد. اون شانو گیر میندازه ولی دانیل میتونه فرار کنه. اما خوشبختانه دانیل سراغ برادر بزرگترش میاد و میتونه اونو آزاد کنه. بعدش یه اتفاق عجیب میفته. شان صدای دانیلو میشنوه که با صاحب اونجا درگیره. ولی وقتی میره پیش برادرش میبینه اون مرد روی زمین افتاده. این 2 نفر با کمک یه جهانگرد به اسم برادی فرار میکنن. در ضمن دانیل یه توله سگ هم از مغازه دزدیده. توی راه شان اوضاعی که بهش دچار شده رو به برادی میگه و اونجا تصمیم قطعی میگیره که از آمریکا به مکزیک فرار کنه. در نهایت برادی اونا رو به یه مسافرخونه میبره و بعد ازشون جدا میشه. توی اتاق دانیل از اخبار تلویزیون میفهمه که پدرشون کشته شده و برای همین به شدت عصبی میشه. وقتی شام میرسه میبینه که تمام وسایل توی هوا دارن میچرخن. اما نهایتا شام میتونه دانیل رو آروم کنه. صبح روز بعد اونا با اتوبوس به سمت جنوب میرن. خب بریم سراغ اپیزود 2. 6 ماه از اتفاقاتی که توی سیاتل افتاده گذشته. حالا این 2 تا برادر توی یه خونه متروکه در جنگل پناه گرفتن. در طول این مدت دانیل قدرت جدیدش یعنی بلند کردن اجسام با ذهن رو تمرین میکنه. دانیل مریض میشه و حالش اصلا خوب نیست. برای همین شان تصمیم میگیره به یه شهر در همون نزدیکی بره تا از پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریش کمک بگیره. متاسفانه قبل از این موضوع یه گربه کوهستانی سگ دانیل رو میکشه. پدر بزرگ و مادر بزرگ قبول میکنن که نوه هاشون پیش اونا بمونن. توی مدتی که این 2 نفر توی خونه پدر بزرگ هستن، دانیل از سقوط یکی از بچه همسایه ها به اسم کریس جلوگیری میکنه. البته با استفاده از قدرت عجیبش. کریس فکر میکنه که خودش قدرت های ابرقهرمانه داره و بعد با دانیل دوست میشه. روز بعد پدر کریس این 2 تا برادر رو دعوت میکنه تا با اونا پسرش به بازار کریسمس برن. توی بازار شام با 2 تا بیخانمان به اسمای کسیدی و فین آشنا میشه. کسیدی یه خواننده دوره‌گرده که انصافا هم صدای فوق‌العاده‌ای داره. شان و دانیل به خونه برمیگردن و بعد شان قبول میکنه به دانیل توی پیدا کردن اتاق مادرشون کمک کنه. این موضوع چندان اوکی نیست، چرا که مادر بزرگ عمیقا قدغن کرده بود که پسرا به اتاق مادرشون یعنی کارن برن. کارن شوهر بچه‌هاشو بعد از به دنیا آمدن دانیل ول کرده بود. توی اتاق مادرشون یه نامه پیدا میکنن که توش نوشته بود بعد از اتفاقاتی که توی سیاتل افتاده نگران پسراشه. دانیل دوست داره مامانشو دوباره ببینه ولی شان نه. پسرا تعجب میکنن که چرا پدر بزرگ مادر بزرگ این نامه رو ازشون قایم کردن. اما همین موقع مادر بزرگ سر میرسه و به خاطر اینکه نوه‌هاش به حرفش گوش ندادن حسابی عصبی و داد و قال میکنه. اما وسط دعوا توی اتاق پدر بزرگ کمد روی اون میفته که البته دانیل از قدرتش استفاده میکنه و پدر بزرگشون رو نجات میده. از شانس بعد اونا کلانتر سر میرسه و میخواد پسرا رو دستگیر کنه.
مادر بزرگ حواس پلیس رو پرت میکنه و نوه‌هاش میتونن فرار کنن. در حین فرار یه ماشین پلیس دنبالشون میکنه. کریس که فکر میکنه قدرت ابر قهرمانانه داره میخواد جلوی پلیس رو بگیره. اینجا یا دنیل جلوی ماشین رو میگیره و کریس میفهمه هیچ قدرتی نداره یا ماشین پلیس به کریس میزنه. در آخر برادرها میتونن سواری قطار بشن و خودشون از شهر خارج کنن. اپیزود 3 برخلاف دوتا اپیزود قبلی، این اپیزود با یه فلش بک شروع میشه، یعنی 3 ماه قبل از اینکه پدر بچه‌ها توسط پلیس کشته بشه. ما توی این فلش بک شانو میبینیم که به خاطر یواشکی وارد شدن دنیل به اتاقش داره باهاش دعوا میکنه، اما همین موقع پدرشون میاد و میخواد با پسر بزرگتر شان صحبت کنه. اون به شان میگه تو دیگه بزرگ شدی و باید به هم توی اداره خونه و مواظبت از برادر کوچیکت کمک کنی. بعد شان با دنیل صحبت میکنه و مشکل پیش اومده رو حل میکنه. بعد از این خاطره بازی دوباره به زمان حال برمیگرده. این بار ما میبینیم که شان توی چادر در وسط جنگل از خواب بیدار میشه. در واقع اون حالا با چند تا بیخانمان دیگه زندگی میکنه. توی این بیخانمان ها دوتا چهره آشنا وجود داره، یعنی فین و کسیدی. توی این مدت دنیل با فین خیلی رفیق شده و شان هم وقت زیادی رو با کسیدی میگذرونه. مشخص میشه که شان و برادرش برای اینکه بتونن پول مورد نیاز برای سفر به مکزیکو جور کنن، دارن برای یه قاچاقچی ماریجوانا توی مزرعه کار میکنن. در واقع همه بیخانمان ها مشغول کار هستن. در طول این مدت دنیل حسابی روی قدرتش کار کرده و میتونه اونو به خوبی کنترل کنه. در ادامه مشخص میشه که بین کسیدی و شان یه علاقه کوچیک به وجود اومده. در نهایت بعد از چند روز وقتی که صاحب کارشون میخواد حقوقو بده، به همه میگه برن داخل به جز دنیل، چرا که اون هنوز یه بچه است. دنیل از این موضوع ناراحت میشه ولی برادرش میگه بیرون بمونه. وقتی که صاحب کار میخواد تصفیه کنه، بادیگاردش دنیلو وقتی که یواشکی به اتاق رئیس رفته بود گیر میندازه. این موضوع نه تنها باعث میشه که دوتا برادر از کار اخراج بشن، بلکه سابکار دبه کنه و پول بقیه رو هم نده. در ضمن به بادیگاردش میگه که دنیل رو عذب کنه، اما دنیل از قدرت خودش استفاده میکنه و قصر در میره. این اتفاق باعث میشه که فین، کسیدی و یه نفر دیگه به اسم جیکوب در مورد این قدرت دنیل با خبر بشن. فین یه فکری به سرش میزنه، اینکه اونا با دنیل به خونه رئیس برن و گاف صندوق اونو بدوستن. شان و کسیدی هر دوشون به شدت مخالفن و فین به خاطر این پیشنهاد معذرت خواهی میکنه. در طول شب کسیدی و شان با همدیگه به دریاچه میرن و همدیگه رو میبوسن. بعدش هم که به چادر میرن و دیگه خودتون میدونید چی میشه. اما وقتی از چادر در میان بهشون میگن فین و دنیل یه جایی رفتن. این دو نفر سریع میفهمن قضیه چیه و بعد یه ماشین میدوزن و به خونه رئیس میرن. اونجا قبل از اینکه فین و دنیل بتونن کاری کنن، این دو نفر جلوشون میگیرن. اما سر و صدا باعث میشه که رئیس با تفنگ بیرون بیاد و همه رو گیر بندازه. بعد از یکم حرف زدن بادیگاردش هم میاد و بعد به همه میگه روی زانو بشینن. فین مقاومت میکنه و برای همین تیر میخوره. شان به دنیل اجازه میده اون از قدرتش استفاده کنه و اسلحه ها رو پرت کنه. اما در طول این درگیری دنیل یه تیر میخوره. این موضوع حسابی اونو عصبی میکنه و بعد با قدرتش خونه رو خراب میکنه. همه به غیر از دنیل زیر آوار میمونن و بعد اون با برداشتن پول حقوقش فرار میکنه. داد 4. توی این قسمت ما میفهمیم که شان تقریبا یک ماه توی کما بوده و یکی از چشماش آسیب دیده. حالا اون زیر نظر پلیسه. وقتی یه افسر داره ازش بازجویی میکنه، میفهمیم که پلیس خونه رئیس رفته و همه زخمی بودن. اونا همه رو دستگیر میکنن ولی هر کدوم از مجرما یه داستان مجزا از اتفاقات اون شب تعریف میکنند. در ضمن بازجو شان مسئول مرگ اون افسر پلیس توی سیاتل میدونه. بعد از اینکه پلیس میره، پرستار که رفتار خیلی خوبی هم با شان داره، دفتر اونو لای حوله براش میاره. وقتی شان داره دفترش رو میخونه، یه نامه از جیکوب پیدا میکنه که توش نوشته اون دنیل رو پیدا کرده و با هم دیگه به شهر هیون پوینت فرار کردن. این خبر خیلی شان رو خوشحال میکنه و اون میتونه شب از طریق پنجره از اتاق خارج بشه و بعد لباسای خودش رو برداره و با دزدیدن یه ماشین به سمت هیون پوینت بره. بعد از اینکه یه روز رانندگی میکنه، شب بغل میزنه تا بخوابه. اونجا دوتا مرد سراغش میرن و بهش میگن اینجا ملک خصوصیه. یکی از اون مردا که خیلی عوضیه، مکزیکی بودن شانو مسخره میکنه و بعد اونو به شدت کتک میزنه. اون یکی که به نظر آدم تره، جلوی دوستشو میگیره و اجازه میده شان بره. اما در ادامه بنزین ماشین تموم میشه و اون پیاده به مسیر ادامه میده که یه راننده کامیون که مرد واقعا خوبی سوارش میکنه بهش قضا میده و تا شهر هیون پوینت اونو میرسونه.
توی اون شهر، شان میفهمه که دنیل توی یه کلیساست و مسئول اون کلیسا که یه زنه، به مردم گفته دنیل یه فرشته از سمت خداست و اینطوری داره از اونا سوء استفاده میکنه. شان بالاخره به دنیل میرسه و بعد از اینکه همدیگه رو بغل میکنن، شان از دنیل میخواد که باهاش بره، اما دنیل که توسط اون زنه شستشوی مغزی شده قبول نمیکنه و نهایتا نگهبان کلیسا شانو میندازه بیرون و کتکش میزنه. اما همین موقع سر و کله کارن پیدا میشه، یعنی مادر شان و دنیل. نکته جالب اینه که شان به اون مادر نمیگه و با اسم کارن صداش میکنه. کارن دنیل رو سوار میکنه و به اتاقش در مسافرخونه میبره. بعد از اینکه دنیل یه حموم میگیره، کارن با غذا و لباس برمیگرده. در ضمن یه چشم‌بندم آورده. مشخص میشه که جیکوب به مادرشون نامه داده و گفته دنیل توی این شهر به کمک نیاز داره. در ضمن توی مکالمه این مادر و پسر، کارن میگه اون بعد از اینکه زندگی زناشویی رو تجربه کرد و دوتا بچه به دنیا آورد، فهمید برای اینطور زندگی کردن ساخته نشده و برای همین خانواده رو ول میکنه تا اونطوری که دوست داره زندگی کنه. یعنی همینقدر خودخواه، همینقدر کثافت، همینقدر پست، همینقدر خلاصه شان با جیکوب قرار میذاره و بعد که پیش هم میرن، جیکوب میگه همون شب حادثه دنیل زخمی پیشش اومده و اونا ترسیدن چون فکر میکردن همه کشته شدن، برای همین با همدیگه فرار کردن. جیکوب قبول میکنه به شان و مادرش کمک کنه که دنیل از کلیسا فراری بدن، به این شرط که اونا هم کمک کنن که خواهر اون سارا که توی کلیساس فرار کنه. سارا مریضه ولی پدر و مادرش باور دارن میشه اونا با دعا و ختم یا علی نجات داد. جیکوب و شان به دفتر اون زنه، یعنی رئیس کلیسا، میرن. اونجا پرونده سارا رو پیدا میکنن و میفهمن اون ذات‌الریه داره. در ضمن شان میفهمه که جیکوب گیه و برای همین خانوادهش اونو به این کلیسا فرستاده بودن تا به زور گرایش جنسشو عوض کنن. متاسفانه نگهبان کلیسا سر میرسه و بعد از کتک زدن این دو نفر، شان رو پیش رئیس کلیسا میبره. اونجا کارن هم میاد و دوتایی سعی میکنن دنیل رو قانع کنن که باهاشون بیاد، اما دنیل که شستشوی مغزی شده قبول نمیکنه. نگهبان شروع میکنه به زدن شان، ولی شان هی بلند میشه و با دنیل حرف میزنه. رئیس کلیسا به نگهبان میگه به شان شلیک کنه که دنیل به خودش میاد و با استفاده از قدرتش نگهبان رو پرت میکنه. اون با خانوادهش از کلیسا که حالا داره میسوزه خارج میشه. این اپیزود جایی تموم میشه که کارن و پسرا با ماشین از شهر میرن. خب بچه‌ها، اینم از داستان Life is Strange 2. البته هنوز پارت 5 مونده که هنوز عرضه نشده و به محض منتشر شدن اونو براتون آماده میکنم. اگه از ویدیو راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار. اگه داستانه بیشتری میخواید این ویدیو رو تماشا کنید.